نمایشگاه ساینسی دانش آموزان لیسه پسرانه بنیاد معارف ترکیه اینجا در شهر مزار شریف برگزار شد. در این نمایشگاه دانش آموزان این مکتب بیش از 200 نوع اختراعات و دستساخته های خودشان را به نمایش گذاشتند. والی بلخ رئیس معارف و شمار دیگر از مقامات محلی بلخ نیز از این نمایشگاه دیدار نمودند. سالانه در کل در تمام مکاتب های معارف افغان ترک در هر سمستر یک باری پروسه ساینس فیر را اندازی میشه و الحمدلله تعداد 100 پروژه در اینجا را اندازی شده و به تعداد 150 شاگرد سهم گرفته. آنچه که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است ابتکارات و اختراعات دانش آموزانی است که از کمترین تجهیزات و امکانات این وسیله ها را ساختند. ما یک لفت ساختیم لوازم و اشیاء یا انسان بالا پایان میکنیم به شکل خرد است و داینده میخواییم میره به شکل بزرگ گیره بسازیم و برای سهولت جوانان عزیز ما. اگر امکانات بیشتر فراهم شود چیزهای بهتر هم ساخته میتونیم. مثلا ما از تل گاز جور کردیم و یا از رار سکرت و چیزهای دیگه هم جور کردیم. این دانش آموزان تاکید دارند که اگر از آنان حمایت صورت گیرد آنان در آینده ها برنامه های بزرگتر برای اختراعات جدید در سر دارند. به گفته آنان می توانند در مسابقات بین المللی برای کسب افتخار و کشور رقابت نمایند. بخش از ریاضیات بخش مدلینگ می باشد و ما خواستیم یک بخش مدل در روز ریاضی از پروژه ریاضی از بخش از مدل مکتب را نمایش بگذاریم. ساختن هم چه پروژه بخاطر ازی هست که ما به استعدادهای پنهانی که داریم به نمایش بگذاریم. ما تصمیم داریم که پروژه را به شکل مدرن و اساسی و به شکل بزرگش با دیگه برنامه های بعدی خود پلان داریم که از این کده بزرگتر و وسیعتر انجامش بدهیم. در همین حال مسئولان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان میگویند که آنان در 7 ولایت کشور فعالیت دارند و در این ولایت ها بیش از 6000 دانش آموز در مکتب هایشان مصرف فراگیری آموزش هستند. هر دانم برنجی و ایکنجی دانم بحر و سان بحر. ما میفهمیم که وقت علم میشه که او در زندگی ما و شما تطبیق شد و انجام شد. بنابراین ما آنچه را که در صنف به اینا یاد میتیم میخواییم که عملا اینجا تجربه بکنن و ایره به اونان یک کار عملی انجام بدن تا باشه که این علم به اونان یک علم ماندگار و تجربتی در زندگی اینا کارا باشه و قابل استفاده باشه. Bu standları geziyoruz. Buradaki eğitim kalitesine katkısı şu olacaktır elbette. مسئولان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان میگویند که آنان در تلاش هستند تا زمینه ها و امکانات بهتر آموزشی را برای دانش آموزان افغانستان فراهم بسازند. مرتضی صمیمی، تلویزیون سفیر، مزار شریف.